جنگی چهارم هم نبود. تازه این در حالی است که در این کشورها هر ساله چنین جشن‌هایی برگزار شده و هم اکنون در باقی مانده ها برگزار می شود. ولی چنین جشنی برای ایران با تاریخ بیش از 2500 سال شاهنشاهی و فرهنگ نامش، این روزخانهای عقب افتاده کثیف دکاندار دین، این قرون مستایی ها، این خرافه گراها، این نماز میت خانها و چاقوکش ها و اراذل اوباش و فاحش زاده های دوروبرشان، روشن فکران و اندیشمندان آن را روان نمی دانستند و با تمامی توان حتی تا امروز هم در تخریب تاریخ و سیاه جلوه دادن آن رویداد بزرگ و شادمانی گستر و فخرآفرین از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند. به عبارت دیگر، کسانی بر مخارج زیاد جشن 2500 ساله شاهنشاهی ایراد می گرفتند و می گیرند که خود در مرام و مسلکشان برای کوچکترین رویداد که هیچ سودی که برای بشریت نداشت و ندارد ارقام نجومی خرج می کنند. بیمارستان های چند صد میلیونی در لبنان می سازند، بیمارستان های چند صد میلیونی در مقام غزه و فلسطین می سازند، میلیارد ها دلار پول سر صفه ملت ایران رو به تروریست ها می دهند و یا برای تبلیغش می کشند. نمونه ای از این دست ملخرجی ها رو در بالا در طیف مرام چه در همه شکلش نشان دادند. اکنون به مرام همین از گور گریختگان تاریخ که امروز کشور ایران رو در اشغال خود دارند، همین روزخانها، همین دخانداران دین، همین واپسمانده ها، همین بدسرش ها، همین آدم کش ها، همین خونریز ها بنگرید که چگونه برای رویدادهای بی اهمیتی چون عید قربانشان، عید فطرشان، میلاد بیگانگان و بیابانگردان صدر جاهلیتشان چه ارقام نجومی را هزینه می کنند و یا برای آبرین پیادهی چون امامزاده ها که تعدادشان از چند ده هزار می گذرند گنبد و بارگاه درست می کنند. چند ده میلیون دلار برای اون هندی زاده فرفترت خمینیتان بارگاه ساختی که خرج جشنهای 2500 ساله یک هزارم آن هم نشد. یک قلم هر ساله میلیاردها تومان فقط صرف خرید گوسفندانی می شود تا در روزی بیگانه پس از سر بریدنشان در صحرای بیگانه تر رها شود. بربی های تنگ چشم که تاریخشان به نیمی از تاریخ ایران نمی‌رسد در یک قلم برای شبهای کریسمس و ژانویه میلیاردها دلار خرج می کنند اما بر ما ایراد می گیرند چرا 300 میلیون دلار برای جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی هزینه کردیم. میخواستیم غرور و افتخار، میخواستیم فرهنگ و آداب و رسوم، میخواستیم سنت هامون رو، شناسنامه ایرانیمون رو، هویت ایرانیمون رو به راه ملت ایران بکشیم و بگیم این ما هستیم. کافیست به جشنهایی چون کارنوال ها و جشن های مثلی آنها توجه کنیم و به جشن سالگرد انقلاب چین و یا سالگرد روسیه شوروی نگاه کنیم. آن وقت به یاوهگوییشان درباره مخارج جشن های 2500 ساله شاهنشاهی در ایران بیشتر آگاه می شویم که چه تنگ نظرانه و چگونه می خواستند ما را در این چاه عمیق بیاندازند و توسط کثیف‌ترین، پست‌ترین، بی‌شرف‌ترین، بی‌سواد‌ترین، ابله‌ترین شخصیت‌های قرون وسطایی تحت پدرمون رو در بیارن، پوستمون رو بکنن، کشورمون رو به قرن ششم و هفتم برگردونن، سرمایه‌هامون رو بدزدن، نفتمون رو غارت کنن، بچه‌هامون رو مهاجرت کنن، زنانمون رو به فحشا بکشن، خط فقرمون رو به 80 درصد مردم برسن. با این توضیحات میتوان نتیجه گرفت که هم چپهای وطنی در همه رنگش همراه با نیروهای به اصطلاح ملی از نهضت آزادی و جبهه ملیش گرفته، هم اسلامیون در همه طیفش و همه کشورهای غربی و شرقی پیشرفت و ترقی ایران رو با زمامداری و قدرت مداری آیامهر بزرگ ایران بدر، پادشاه ایران، شهنشاه ایران، پهلوی دوم،
خاری در چشمانشان بیپنداشتند. چپ ها نگران بودند که پیشرفت ایران پادشاهی در همه سویش و گسترش رفاه اجتماعی در سراسر کشور بازار اندیشه و مرامشان را تخته می کند و هر گونه دستاویزی که بتوانند با آنها فکر مخربشان را رواج دهند گرفته می شود که گرفته شده بود. اسلامیون هم مجد و شکوه و سربلندی و رفاه یک ایران باستان، یک ایرانی با فرهنگ چند هزار ساله، رفاه یک ایران شادمانی گستر و فرهنگ پرور رو مرگ اسلام، مرگ اسلام، مرگ اسلام در ایران ارزیابی می کردن و آیندهی برای خودشان نمی دیدن و در صدد بودن که این 1400 سال سربری و اعدام و شکنجه و خرافه و خرافه‌گرایی رو به هر ترتیبی شده نگه دارن. از این جهت در قشرهای ناآگاه و نادان جامعه ناله جغد سر دادن که وا اسلام، و اسلام در خطر است. دربیهای طماع و تنگ نظر هم یک ایران باشکوه، یک ایران ثروتمند، یک ایران با تاریخ و فرهنگ شکوه منصر را مانع دستیابی برای تاراج هرچه بیشتر منابع و ذخایر ایران و کشورهای همجوار ایران می دانستند. مصاحبه شاهنشاه آریامهر در سال 1972 اگر اشتباه نکنم یا 73 که گفت دیگر نفت به شما به اون دستید نمی دهیم، خط و نشان کشید و گفت به چشم سفراج آبی ها باج نخواهیم داد، همه اینها دست به دست هم داد. تنگ نظریشون این غربی ها و شرقی ها که نمیتونستن یک ایران باشکوه، یک ایران قدرتمند، پنجمین قدرت نظامی و همه گونه ثروت رو در دنیا ببینن، اروپایی هایی که ایران رو به عنوان یک شریک قدرتمند در کنار خودشون با میلیاردها دلار ذخیره ارزی میدیدن، آنها با تاریخ و فرهنگ شکوه منصر رو مانع دستیابی برای تاراج هرچه بیشتر منابع و ذخایر ایران و کشورهای همجوار ایران می دانستند. از این جهت تا توانستند تبلیغات مخرب خودشون رو به سوی مردم تازه به نان و آب رسیده ایران اما ناآگاه گرفتند و آنها را بدون اینکه بفهمند در چاه جمکران غرق کردند. 32 سال زمان لازم بود، 32 سال زمان لازم بود تا عمق جهالت و بعضن وطن فروشی مادران و پدران انقلاب کرده و لگد به بخت خود و آینده فرزندانشان زده برای جوانانی که در همین نظام جمکرانی به بلوغ رسیدند روشن بشه که راه پدران و مادرانشان راهی بود که انتهایش به همین چاه جمکران ختم می شد که حاصلی جز تهی شدن از هویت ایرانی و خیشتن خیش ایرانی نداشت و ندارد. چنین بود که این بغض فروخفته سالیان و تحقیر و سرکوب و اعدام و شکنجه و تجاوزهای جنسی مداوم خواسته های انسانی و ایرانی جوانان رو در یک سرفصل مناسب شعله کشید و در طول چند ماه گذشته دیدیم که چگونه این شعله ها و تار و پود ارکان نظام جمکرانی رو با شعار حکومت ایرانی، جمهوری ایرانی، بخوان نظام پادشاهی، جانم فدای ایران، نمستم لبنان، جانم فدای ایران لرزاند، مرگ بر ولایت فقیه آنها را لرزاند. روزهای تاریک و تاریکتر رو برای این خفاشان، برای این زالوها، برای این کسافتها، برای این لای به سرها، برای این آفت و این جنون و این قده سرطانی که بر کشور ایران خودش رو تحمیل کرده رقم زد. و چنین بود که سران ریز و درشت همین نظام جمکرانی هر یک با زبان و ادبیات خودشان مرگشان را در این شعارها زوزه کشیدند. توجه شما را